سلام تماشابینان و هواداران عزتمند، در ادامه برنامه های شبکه بهارستان است برنامه نوبتی انیس کنج تنهایی و قهرمان برنامه امروزه انیس کنج تنهایی ناروف رودکی. بسیار شادیم که البته ما با شما روبرو صحبت میکنیم رودکی، و سرول میخواستیم بفهمیم که برای چی نام شما رو رودکی گذاشتن؟ نامم رو بابایم ناروف نور محمد تیمیرویچ گذاشتن. 22 سپتامبر سال 2008 چون پیشوا به پنجکن میآیند، جشن 1150 سالگی سردفتر ادبیات کلاسیک و فارس و تاجیک بود. پس از آن من در همان روز به دنیا آمدم و بابایم حیران میشوند که برای من چی نام گذارند. آن کس که آموزگار ریاست اگنتی آمار هستند، بعد همکارانشان میگن که بهترش نام رودکی را گذارید، چون بابایم اهل فرهنگ است، کتابخانی را دوست می‌دارد، از رودکی بسیار شعر می‌داند. نامی مرا با نیت‌های نیکو و زیبای رودکی گذاشت و امروز خیلی شاد از آنم و کوشش می‌کنم که لایق نام رودکی باشم. سلامت باشید و ما باور داریم که شما البته لایق هستید، زیرا از صحبت‌هایتون این معلوم است و ما باور داریم که از این شاعر محبوب چندین شعر هنوز می‌دونید. بله، من سنه 22 سپتامبر سال گذشته در نزد تمامی مردم شرفمند شهر پنجکن وعده کرده بودم که تمامی ابیات بازمانده استاد رودکی رو از بر می نمایم و من بیشتری آن رو از بر نمودم و نیت دارم تا سنه 22 سپتامبر تا جشن زادروز خودم همه آن رو پوره نمایم. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادرست می شویم که شما صحبت ما رو از نزد کاخی استاد لایق شیرعلی تماشا نموده استادید و باور داریم که صحبت ما با رودکی برای شما جالب و شوق‌آور خواهد بود. و رودکی، میخواستیم یک شعر از استاد ابوعبدالله رودکی برای ما پیشنهاد بکنید از سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک. مرحبا. تشکر. چون تیغ به دست آوری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بحر ستمگاران کردن انگور، نه از بحر نبیز است و چرخوش. عیسی بره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت بدندان سری انگشت. گفتا که کی را کشتی؟ تا کشته شدی زار، تا باز کی را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه بدر کفتنی کس، تا کس نکند رنجه بدر کفتند مشت. سلامت باشید. میخواستیم بفهمیم که این دستاوردهایی که هستند شما صاحب گشتید، برای به دست آوردن این دستاوردها شما چگونه زحمت ها کشیدید؟ برای به دست آوردن چنین دستاوردها ما خیلی کوشش کردیم، چون که ما بیشتر کتاب خوندیم و چون آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است برگزار گردید، ما نیز در خود بیدار گشتیم تا که بیشتر کتاب خونیم و هنری مهارت خود را به تمام تاجیکستان معرفی نماییم. و با ابتکار پیشوای مزه ملت که آزمون فروغ صبح دانای برگزار گردید، من دو سال پی هم در آزمون فروغ صبح دانای اشتراک کردم. سال اول در دوره مکتبی سازوار جای اول و در دوره شهری سازوار جای افتخاری گردم، چون که سال اول بود من به خود آمادگی میدم و در خود بیدار میشدم. سال دوم باشد در دوره مکتبی و شهری سازوار جای یکم گشتم، در دوره ولایتی سازوار جای افتخاری گردم، و چون سال سوم است که در آزمون فروغ صبح دانای نیت اشتراک کردن دارم از روی نمینات بچگانه، و میدونم که از نمینات بچگانه بسیار چیز را طول 3 سال از بر نمودم و ما به خود بیدار گشتیم و این شعرها را از بر نمودیم و میتوانم که سال سوم است که اشتراک میکنم بهتر برآمد نمایم و این سپاسنامه ها و افتخارنامه ها را مخصوص با آزمون فروغ صبح دانای کتاب است و بیبلیومارافون ما به دست آورده. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادرست می شویم که قهرمان برنامه نوبتی ما رودکی نوروف در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک نموده است و یعنی تا دور جمهوریوی، تا دور نهایی راه یافت، هرچند که سزاوار مقامی نگشت ولی صاحب سپاسنامه گردید. و همزمان درست می شویم که قهرمان ما در آزمون بیبلیومارافون اشتراک نمود و سزاوار مقام اول گشته است. قهرمان ما کوشش نموده است که بازم خوبتر و بهتر آماده شود و در
آزمون جمهوریابی فروغ یوسف دونوی کتاب است که امسال علاقه روحاندوزی گردید میخواهد سر بلندونه اشتراک نماید. در مورد اشتراکتون در آزمون جمهوریابی فروغ یوسف دونوی کتاب است حرف میزنیم، تا دوری چورم چگونه راه یافتید و چی سبب شد که شما مقامی رو به دست آوردید؟ چون در آنجا اعضای حکمان خیلی نکته سنج بودند و خود با بهای حق بها دادند و ولی من خرسند از آنم هستم که در دوری چهارم من اشتراک کردم. برای من مهم غالبیت نبود، برای من مهم اشتراک کردن و دانش ملکه خود را سنجیدن بود که تا چه اندازه من دانش دارم و در آینده چی شدن میخواهم. این آزمون فروغ یوسف دونوی کتاب است برای من مخصوصا یک چیزی بسیار عجیب شد که من با این راه میتوانم آینده خود را درخشان گردانم با کتاب خواندن. سلامت باشید، بهترین. در آزمون بیبلیومارافون شما اشتراک نمودید، سازوار جای اول گشتید. این چگونه آزمون بود، چگونه سبقت بود؟ آزمون جمهوریوی بیبلیومارافون تحت عنوان همنشین به از کتاب مخواه در سال 2019 بود. من در آن اشتراک کردم، در دور یکم، دویم، سوم و چهارم نیز سازوار جای اول گردم و برای اشتراک کردن در این آزمون نیز خیلی کوشش و تلاش کردم و با این مخوان بلند سازوار گشتم. برای اشتراک کردن در آزمون بیبلیومارافون که بین سینفو جدا کرده شده بود، سینف 6, 7 و 8 من اشتراک کردم. در آنجا ما باید نکم از 100 شعر میدانیستم که من زیاده از 1000 شعر میدانیستم در آن وقت ها و زیاده از 100 کتاب باید مطالعه نموده باشم که من از آن زمان تا این زمان زیاده از 783 عدد کتاب مطالعه نمودم و برای اشتراک کردن در آزمون بیبلیومارافون مثل آزمون فروغ یوسف دونوی کتاب است نیز باید کتاب خونده باشه. سلامت باشید. شما بیشتر خوندن چگونه کتاب رو دوست میدارید؟ بیشتر خوندن کتاب های مخصوصا آثار ادیبان کلاسیک را، مخصوصا به من بیشتر رساله دلکشای استاد عبید زاکانی پسند آمد، چون که این یک لطیفه های هجویه داشت تا که روح ما بالیده گرداند و بیشتر اگر پیش از خواب من کتابی افسانه های خلق تاجیک را یک یک افسانه هایش را مطالعه می نمایم تا که ذهن من آرام گردد و خوبی خوش دیده باشد. وقتی که شما کتاب می خونید از خود می کنید، خود را چگونه تصور می کنید هنگام خوندن کتاب یا اینکه بعد از تأثیرات برداشتن؟ وقتی که آدم کتاب می خوند به یک دنیای معنوی وارد می گردد که از یک در می دروید در نزد شما دو در دیگر پیدا می شود و شما باید دری درست را انتخاب نمایید. اگر شما کتاب خواندن را دوست دارید و با کتاب شوق و رغبت به اندازه داشته باشید، در زندگی نیز چنین است. با یک راه میگذرید باز دو راه دیگر پیدا میشد. اگر ما دانش ملکه خود را داشته باشیم میتوانید از این دو راه گذرید، از راه با سه راه پیدا میشد، چهار راه پیدا میشد، ولی اگر ما کتاب خوانیم و جهان معنوی خود را بوی گردانیم، ما میتوانیم از این راه ها را تعی نماییم. وقتی که من کتاب میخونم با یک دنیای افسانوی وارد میشوم. وقتی که قهرمان آن کتاب گریه میکند، حتی اشک از چشمان من جاری میشود. وقتی که پایان حکایه و افسانه خوش میگردد، من خیلی خرسند میگردم، چون که پایانش با خوشی تمام یافت و باید در زندگی نیست همه عاقبت ها باید با خوشی تمام یابد. سلامت باشید، بهترین. پیشتر شما در مورد آزمون جمهوریابی فروغ یوسف دونوی کتاب است حرف زدید و میخواستیم بفهمیم که شما در کدام نامینسی شروع کرده بودید. طولی دو سال از روی نمینسی ادبیات بچگانه شرکت ورزدم. سال سیوم خواستم از روی نمینسی ادبیات کلاسیکی شرکت ورزدن خواستم، اما نمینسی کلاسیکی کمی هم مشکل تر بود. خواستم که نمینسی بچگانه را که آغاز کردم اول این نمینسی را به انجام رسانم و به دیگر نمینسی گذارم. شما از روی نظام نومه چقدر از اشعار بچگانه از خود کردید؟ زیاده 13,000 بیت از روی نمینسی ادبیات بچگانه از بر نمودم و چطوری که قید کردم 783 عدد کتاب مطالعه نمودم که 500 زیاده از 500 عدد آن کتاب بچگانه است. بهترین. آن چیزی رو که از خود کرده بوده تا حال در خاطره شما هست؟ وقتی که شخص کتاب میخواند باید معنی خود رو به داخل آن کتاب آب کند و بعضی شخصان هستند که کتاب میخوانند ولی خوش و یادشان به کوچه برای بازی کردن است. وقتی که آنها یک بار کتاب را میخوانند بعد از یک هفته از آنها پرسید هیچتون نمیدونند. اگر ما معنی خود را به کتاب داده کتاب خونیم، او هیچگاه از خاطری ما نمیبراید، مخصوصا در وقتی پگاهی روزی. هر سحر پدرم را از خوابم بیدار مینماید ساعت 5 و 4 که من در آن وقتها کتاب را با فکری تازه مطالعه مینمایم و در سری من نقش میبندد و هیچ از یادی من نمیبراید و مینداری خود رو به پدرجان عزیز خود میرسونم. سلامت باشید. این لحظه از ادبیات بچگانه میتونید چیزی برای ما پیشنهاد کنید؟
البته چرا نه. شعر از استاد میرسید میرسکر دهه زیبو از نو برپا شد. وقتی زیاده نگذشت اما آباد گردید دهه آنها. پرتفشان شد بیرق کالخوز بر سر خلق شاد و سرفراز. بر بام مکتب فشادری ما لالگون بیرق نموده بالا. با قطعیت گفت بیرق سرخم هرگز نخواهم باشی تو سرخم. بهترین سلامت باشید. این لحظه امکان هست که از ادبیات کلاسیک یا از ادبیات معاصر برای تماشابینان باز اگر شعر پیشنهاد کنید. البته میخواستم باز از اجازه استاد عبدالله رودکی قرائت نمایم. هر بار که سوی بخارا به من آید با بوی گل و مشک و نسیمی سومن آید بر هر زن و هر مرد کجا بر وزدان باد گوی مگر آن باد همه از خوتن آید. نه زی خوتن باد چونین خوش نوزد هیچ کن باد همه از بر معشوق من آید. ای ترکی کمر بسته چونانم زی فراقت گویان قبای تو مرا پیرهن آید. کوشم که بپوشم سنم و نام تو از خلق تا نام تو کم در دهنی انجمن آید. با هر که سخن گویم گر خواهم و گر نه اول سخنم نام تو اندر دهن آید. سلامت باشید. بهترین امسال که آزمون جمهوری فروغ یوسفی دانای کتاب است شروع شد، شما اشتراک دارید و اگر ها پس در کدام نامینیسی؟ از روی نامینیسی بچگانه نیست اشتراک میورزم که از دور اول آن سزاوار جای اول شدم. بهترین و ما امسال باور داریم که شما از روی این نامینیسی سزاوار مقام اول میگردید و امیدوارم که بازم خوبتر و بهتر آماده میشوید، جدیتر از پای آموزش میشوید. خب البته. بهترین برای شما من برار میخواهم، به همسالانتون چی توصیه میدهید؟ به همسالان خود توصیه میدهم که بیشتر رو به کتاب آورند و در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است که با ابتکار پیشوای ملت برگزار میگردد شرکت ورزند و همیشه رو به کتاب آورند. چون که نورالدین عبدالرحمنی جامی گفتند انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. پیش از جنبستی برنامه شما خواهش میکنیم که از شاهنامه فردوسی برای تماشابینان ما چیزی پیشنهاد کنید. مرحبت. آغاز کتاب از شاهنامه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. زینام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. نیابد به دو نیز اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه. سلامت باشید. تشکر برای شما رودکی. صحبتی که با شما داشتیم البته برای من شخصا پسند آمد. تشکر برای شما و من توانستم که از این صحبت با خود باز چند چیزی نو آموزم و باور دارم این صحبت با شما نیست تماشابینان عزیز پسند آمد. اینجا صحبت جالب و شوق‌آور ما به انجام می‌رسد و بینندگان گرامی یادرس می‌شویم که صحبت جالب داشتیم با رودکی نوروف، یکی از اشتراکچیان فعال آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. با شما صحبت جالب ما رو بینندگان عزیز از نزدیک کاخ استاد لایق شیرعلی که در شهر پنجکین جایگیر است تماشا نمودید. تا برنامه نوبتی انیسی کنج تنهایی تنصیحت خانه‌آباد و سربلند باشید. خیر.